دانش رهایی، اجرا از پری عسکری و پروفسور الله‌یار کلکلو، برنامه در الوان تیوی. با گرمترین درودها خدمت بینندگان نازنین فارسی زبان و به خصوص دوستداران اندیشه های علمی پروفسور الله‌یار کلکلو. آرزو میکنم تندرست و شاد و پویا باشید. پری عسکری هستم و امروز با موضوع فلسفه و رهایی از نگاه پروفسور الله‌یار کلکلو برنامه دانش رهایی را دنبال میکنیم. همراه ما باشید تا با پایان برنامه، زیرا که ما نیز با شما عزیزان هست. درود بر شما جناب کلکلوی عزیز، روز آدینه شما خوش. درود بر شما خانم عسکری عزیز، منم خیلی خوشحالم که یک روز دیگه با شما و بینندگان عزیز شما هستیم. خواهش میکنم جناب کلکلو، به طور خلاصه یک تعریفی از فلسفه برای ما و بینندگان ارائه بدید و بگویید اصولاً فلسفه چیست؟ بله، فلسفه میشه فلسفه رو معنی کرد به عشق به دانش و عقلانیت. عقلانیت برای انسان قابلیت خوب زندگی کردن رو امکان پذیر میکنه. در تمام طول تاریخ فیلسوفا به دنبال عواملی میگشتن که انسان رو عاقل بکنه، یا مثلا به انگلیسی میگیم وایز بکنه. در فلسفه ما به پرسش‌های بزرگ میپردازیم، مثلا معنی زندگی چیه. بیشتر انسان‌ها بعضی وقتا به این پرسش میپردازند، ولی پس از مدت کوتاهی مثلا از پاسخ به اون ناامید میشن، برای اینکه واقعا سوال بزرگیه و همونطوری گفتم با وجود اینکه خیلی از ذهن‌ها رو به خودش مشغول کرده، ولی خب کمتر کسی برای اون جواب داره. یا بعض وقتی که این سوال به ذهن به مخیله انسان مثلا خطور میکنه، انسان ها ممکنه پاسخ به اون سوال رو بی ربط به مشکلات زندگی ببینن و به راحتی از اون میگذرن و به مسائل روزمره زندگی بپردازن. مثلا اگه شما این پرسش رو توی مهمونی با دوستانتون مطرح بکنین، بیشتر حضار ممکنه به شما با دیده تعجب یا مثلا سوء ظن یا حتی مثلا نشانه پر ادعایی یا تظاهر نگاه کنن. اما این پرسش بسیار بنیادیه. این پرسش و پرسش‌های دیگه‌ای که فلسفه مطرح می‌کنه خیلی خیلی اینا بنیادی‌اند و تنها با یافتن پاسخ برای اونا ما می‌تونیم انرژی زندگیمون رو به جهت اهداف معنیدار نشونه بگیریم و زندگی غنی از دستاوردها و لذات برای خودمون بسازیم. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی جالبی که آدم به این مسئله فکر بکنه که با وجود اینکه انسان‌ها همواره در حال تعقیب خوشبختی هستن، ولی از پرداختن به این مسئله ساده، به این پرسش، به جواب این پرسش ساده که خیلی هم به راحتی به ذهنشون خطور میکنه، باز میمونن یا نمیپردازن یا به اندازه کافی بهش منابع تخصیص نمیدن، طوری که بعد با وجود اینکه زندگی خودشون انجام میدن، با وجود اینکه اهداف متفاوتی رو تعقیب میکنن، ولی در نهایت اونقدر از زندگی لذت نمیبرن که اگر به پرسش این به این پرسش و پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری میدادن و در راه پیدا کردن جوابهای بهتر. البته باید به شما بگم که یکی از دلایل این که انسان‌ها از این پرسش به راحتی می‌گذرن به خاطر اینه که جواب‌های راحت‌تری و ساده‌تری در طول تاریخ در دسترس انسان بوده برای این پرسش و اون پاسخ‌ها بوده که یه مقداری انسان‌ها رو بهشون توهم دانش و توهم پاسخ داده. و این اینجوری نیست که مردم همه از این مسئله بگذرن، از این پرسش بگذرن. بعضی وقتا برای این پرسش پاسخهای نادرست پیدا میکنن و اون با اون پاسخهای نادرست قانع میشن و به زندگیشون ادامه میدن و واقعا از پرداختن به اون هدف اصلی که معنی پیدا کردن معنی در زندگی یا پاسخهای دیگه که میتونه به این پرسش داده بشه
از اون باز میمونن. فیلسوفان در تمام قرون اعصار از مطرح کردن این پرسش ها ابایی نداشتن، یعنی واقعا همونطور که به ذهن انسان ها خطور میکنه به ذهن فیلسوف ها خطور میکنه، منتها واقعا فرق میشه گفت که فرق یک فیلسوف با یک آدم غیر فلسفه دان اینه که فیلسوف ها موقعی که این سوال در ذهنشون مطرح میشه به دنبال پاسخ میرن و در نتیجه تونستن طی قرون و اعصار این پرسش ها رو به اجزای کوچکتری که بیشتر قابل مدیریت باشه تقسیم بکنن. ما تنها چیزی که در اینجا باقی میمونه نگرانی از اینه که ما به ظاهر مثلا ساده لوح و مطرح کننده موضوعات واضح و پیش پا افتاده به نظر بیاییم، به خاطر اینی که اولا مثلا خود این پرسش هایی که وجود داره پرسش های عجیب و غریبی نیستن، مثلا اینی که معنای زندگی چیه، جهان چه شکلی به وجود اومده، از کجا آمده ایم و به کجا می رویم، سوال بسیار ساده ایه. حالا اگر اونطوری که فیلسوف ها مثلا به این سوال ها پرداختن ما این سوال ها رو به اجزای کوچکتر تبدیلش بکنیم، خود اون اجزای کوچکتر هم حتی بسیار ساده تر از اون خود پرسش اصلی به نظر میرسه و بعد ممکنه که به قدری خود پرسش واضح و پیش پا افتاده باشه که آدم ها از پرداختن بهش ابا داشته باشن. اون چه که ما بهش عقل سلیم یا افکار عمومی یا واقعا به انگلیسی بهش میگیم public opinion میگیم، در اینجا واقعا نقش مهمی بازی میکنه. چیزایی که ما بدون فکر به اونا عمل میکنیم یا آرزوی داشتن اونا رو میکنیم، اونا چیزایی هستن که واقعا در این حیطه عمومی عقل سلیم یا افکار عمومی یا public opinion قرار میگیره. ولی واقعا افکار عمومی و عقل سلیم همیشه پر از تاریکی و خطا بوده و فلسفه ما رو وادار میکنه که همه جنبه های اون چیزی که بهش میگیم عقل سلیم یا افکار عمومی یا public opinion رو به منصه خرد بذاره. فلسفه ما رو مجهز به توانایی فکر کردن برای خودمون میکنه. این خیلی مسئله مهمیه و بخاطر اینی که ما همواره از تمام مدتی که ما بیداریم داریم فکر میکنیم و این فکر ما هست که واقعا در نهایت همه زندگی ما رو کنترل میکنه و فلسفه ما رو واقعا این توانایی بسیار مهم رو در ما گسترش میده و مهارت‌های جدیدی در توانایی فکر کردن ما میده، ما رو به تفکر وامی داره که بیاندیشیم به اینکه آیا مثلا اون چیزی که درباره فرض کنین عشق یا پول یا قدرت، اخلاق، کار یا زندگی پس از مرگ میگن درسته یا نه، و هر کسی در رابطه با این مسائل یک نظریه داره، هر کسی یک تفکری رو میپذیره در رابطه با این مسئله، یک مدلی رو، یک پاسخی رو میپسنده و همه برای این مسئله، برای این سوالها پاسخ دارن. یعنی مجموعه اون چیزی که ما بهش میگیم جهانبینی مجموعه پاسخ‌ها به این پرسش‌هایی هست که در ذهن انسان‌ها نقش می‌بنده، در ذهن انسان‌ها مهمه و این خود اهمیت به این، یعنی تقدم و تأخر گذاشتن به این پاسخ‌ها و این پرسش‌ها نشون دهنده پیچیدگی طرز تفکر انسان یا مجهز بودن به سلاح فلسفه هست. فلسفه ما رو ترغیب می‌کنه که بیاندیشیم به این که یه ایده منطقیه یا فقط مورد قبول عامه و هست و قسمتی از سنت قدیمی مردمه. میدونی خیلی تمایز و تفکیک بین این دوتا مسئله سخته که یعنی منطقی بودن یه ایده یا فقط مورد قبول عامه بودنش. برای اینکه بعضی وقتا ما بیشتر وقتا برای بیشتر آدما مسئله منطقی بودن مترادف با مورد قبول عامه بودن، برابر اگه چیزی مورد قبول عامه باشه ما اونو منطقی قلمدادش میکنیم و اینو جزو جوابهای درست به اون پاسخهایی که در ذهن ما نقش میبنده میذاریم. برابر این فلسفه به ما قابلیت اینو میده که یه ایده منطقی رو از یک پابلیک اپینیون یا یک سنت یا یک مسئله مورد قبول عامه جدا کنیم. بسیار عالی. جناب کنگلو، آیا به نظر شما انسان ها آزاد هستند؟ اگر نیستند چرا آزاد نیستند؟
بله، آزادی به وسیله گستره گزینه هایی که جلوی روی ما هست اندازه گرفته نمیشه، هرچند که بیشتر آدم ها اینجوری فکر میکنن، بلکه به وسیله ابزاری که برای گزیدن در میون اون گزینه ها داریم اندازه گرفته میشه. یک گفته معروفی هست از ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، که گفته که ما فرانسوی ها هرگز بیشتر از زمانی که تحت اشغال آلمان نازی بودیم آزاد نبودیم. خب شما به این گفته اگه فکر کنین، واقعا گفته سرگیجه‌آوریه و به نظر تناقض‌آمیز میرسه. اما به نظر میرسه که سارتر در اینجا دقیقا به این مطلب میپردازه که شرایطی که اشغال نازی‌ها ایجاد کرده بوده مردم رو به سوی پرسش‌های بنیادی از قبیل ارزش آزادی هل داده و سوق داده. یعنی به طور تلویحی داره میگه که مردم در شرایط صلح به این سوال‌های بنیادی، به این پرسش‌های بنیادی نمی‌پردازن و شرایط خارق العاده لازم داره آدم تا به این سوال‌های اساسی و عمیق و ژرف بپردازه. واقعا در اون صورتی که ما در اون، یعنی در اون شرایطی که ما ابزار برای انتخاب خودمون، اون از ابزاری که گفتیم که به ما کمک میکنه که گزینه‌های خودمون رو بین گزینه‌های انتخاب اصلح داشته باشیم، اون ابزار رو برای ما تیز میکنه و حتی ابزارهای جدیدی هم میتونیم بسازیم. ابزار رهاسازی، ابزار رهایی که در شرایط صلح حتی ممکنه که از وجود اونام خبر نداشته باشیم، یعنی ابزاری که در اختیار ما هست، در دسترس ما هست، ولی اون شرایط روزمرگی دنیای صلح ما رو ممکنه از اون سوال‌ها و اون پرسش‌های بسیار عمیق و مهم که در رابطه با خوشبختی ما هست و در رابطه با رهایی ما هست ممکنه باز بذاره. بیخبری از ابزارهای رهاسازی واقعا ما رو محصور در دنیای محدود و دربندی نگه می‌داره و بدتر از اون اینه که ما رو از بینایی قیدهایی که بهش به دست و پای ما زده شده محروم می‌کنه. اگه انسان‌ها از ابزار و به کارگیری تمام توانایی‌های ودیعه داده به وسیله طبیعت واقعا محروم باشن، اون وقت میشه گفت که آزاد نیستن. شما اگه از توانایی به کارگیری مثلا خرد نقاد برای پرسش به پاسخ به پرسش‌های بنیادی محروم باشین، ما آزاد نیستیم. فرض کنیم که به پرسش مثلا چگونگی پیدایش جهان هستی بپردازیم. آیا مردم در ایران، مثلا در ایران امروز، آزادن در این باره گفتگو کنن؟ یا اینی که فقط یه پاسخی بهشون داده شده به عنوان پاسخ رسمی دولتی و دیگه کسی حتی آزاد نیست این پرسش رو مطرح بکنه، چه برسه این که بخواد منابع ملی رو تخصیص بده به پیدا کردن پاسخ واسه این پرسش؟ آیا مثلا به این پرسش در کلاس‌های درس، مثلا در روزنامه‌ها، در رادیو تلویزیون، در اینترنت، مثلا در شبکه‌های اجتماعی، در مهمونی‌های خصوصی واقعا پرداخته میشه؟ چه موانعی بر سر پرداختن به این موضوع قرار داره؟ خب اگه جواب ما منفیه، که یعنی پرداخت نمیشه، خب میشه گفت که این یک تست بسیار ساده ای که ما تصمیم بگیریم که مردم ایران آزاد هستن یا نیستن و بعد پرداختن به موانع برای اینی که این پرسش ها در جامعه مطرح بشه، نه فقط در یک جامعه استبداد زده ای مانند ایران، حتی در جوامع آزاد باید بپردازیم به موانعی که جلوی واقعا مطرح شدن این پرسش و جلوی تلاش همگانی برای پیدا کردن پاسخهای منطقی و صحیح برای این پرسش رو میگیره. این واقعا این پرداختن به این موانع به نظر من از اهمیت فوری و فوتی برخورداره. آیا آزادی که به این شیوه که شما تعریف میکنید در واقع امکان پذیر هست؟ بله، این سوال خیلی سختیه و سوال بسیار مهمیه. فیلسوفا برای مدت ها به این پرسش پرداختن که اونا میگن که عمل انسان در حیطه دنیای فیزیکی محصوره و همه رویدادهای دنیای فیزیکی علت تعیین کننده دارن. اونا میگن که هر رویداد طبیعی به دنبال رویداد پیشساز خودش، یعنی پریکرسر خودش، به وقوع میپیونده.
و پس از اونی که پیشساز اتفاق افتاد، رویداد بعدی دیگه اجتناب ناپذیر میشه. این یک پروسه واقعا روند تکاملی و گوالش جهان هستیه، ولی دنیای فیزیک مدرن این رابطه علت و معلولی رو یه مقداری مغشوش کرده و نقش عنصر شانس رو هم تو این معادله مطرح کرده. ولی نه حامیان یا ادوکیت های نظریه علت و معلولی و نه حامیان نظریه شانس نتونستن ثابت بکنن که ما سازنده و عامل اعمال خود نیستیم. البته این مسئلهی که در فلسفه مطرحه و واقعا مسئله اراده و انسان آزاد در این رابطه، همین برخورد و تقابل بین این دو نظریه علت معلولی یا نظریه شانس و عدم قطعیت مطرح میشه. در حقیقت نقش اراده انسان در این میان و عنصر آگاهی در تعیین اراده، این بحث رو به جهت جدیدی واقعا سوق داده، به طرفهای جدیدی سوق داده، چون که عنصر آگاهی در شکل دهی به اراده واقعا نقش بسیار بنیادی داره، خیلی مهمه آگاهی. بدون آگاهی قابلیت و امکان دفاع از آزادی به عنوان یک هدف با ارزش و این هدفی که ارزش جنگیدن برای به دست آوردن اون از انسان‌ها واقعا سلب میشه یا ضعیف میشه. بنابراین با وجود محصور بودن انسان‌ها در درون قیود قوانین طبیعی، باید به این حصارها آگاهی پیدا بکنیم تا حصارهای مصنوعی اعمال شده به خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رهایی از قیود غیر طبیعی، یعنی قیودی که پایه در قوانین فیزیک ندارن، زندگی خودمون رو به طرف آزادی نشونه بگیریم. اون نوع آزادی، یعنی آزادی که تنها محصور در قیود قوانین فیزیکیه، قابل حصول و ارزش جنگیدن و وقف زندگی داره به نظر من. میشه چند نمونه از این حصارهای مصنوعی نام ببرید که بیشتر مسئله باز بشه؟ بله، خب میشه گفت که مذهب یه نمونه بارز حصار مصنوعی به دور ذهن انسانه که انسان رو ناآگاه از دیوارهای اصلی که قوانین فیزیکی به دور هستی کشیدن میکنه. حساری که مذهب به دور ذهن انسان میکشه به قدری تنگ کننده قدرت عمل ذهن که حس درک و دیدن قوانین فیزیکی، یعنی اون حسارهای طبیعی رو در انسان از بین میبره. دلیل عملکرد انسان‌های مذهبی در حقیقت به همین این همانی حصارهای مصنوعی و طبیعی برمیگرده. مذهبیون که طوری بار آورده شدن که حصارهای مصنوعی، یعنی قوانین مذهبی رو به دیده قوانین طبیعی می‌نگرن، به اونا به نشانه موانع غیر قابل گذر نگاه می‌کنن و به اونا کرنش می‌کنن. به این وسیله هیته تیران ذهن و قابلیت‌های انسانیشون رو به آسمان یک زندان بسیار کوچیکی که واقعاً جزء اینفینیتسیمال، به انگلیسیش میگن، به فارسی میگیم بسخورد و بی‌نهایت کوچک از دنیای واقعی محدود می‌کنن. ما خودمون در ادبیات خودمون هم داریم اشعاری که دقیقاً به این مسئله برخورد می‌کنه. سعدی میگه که تیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به درای تا ببینی تیران آدمیت. در اینجا شهوت رو که سعدی به کار برده در این شعرش، میشه پرداختن به لذت‌های فرو بر توانایی‌های انسان در پرداختن به قوانین طبیعت میشه تعبیرش کرد. یا یه شعر دیگه‌ای داره که میگه که چگونه سیر کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخته‌بند ترم. در اینجا میشه تن رو تو این شعر به معنی حصار مصنوعی تعبیر کرد، همونطور که انسان میتونه توانایی خودش رو در درون ابعاد تن ببینه و از قابلیت‌های ذهن که به بیرون از بدن تأمین پیدا میکنه غافل بشه. پرداختن به تخت بندی های تن، اونجوری که سعدی میگه، ما رو از سیر تفکر و از قابلیت سیر کردن در فضای عالمی که
دیوارهای اون تنها به وسیله قوانین طبیعی ساخته شدن محروم میکنه. خب با توجه به تعریفی که شما از فلسفه ارائه دادی، چگونه میشه با فلسفه از این حصارهای مصنوعی به هر حال در آمد و به آزادی رسید؟ بله، بذارین یه مقایسه بین فلسفه و علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی بکنیم. علوم طبیعی دستاوردهای گسترده‌ای در زندگی همه انسان‌ها به طور مستقیم دارن. مثلا هر کشفی که در دنیای فیزیک یا در دنیای شیمی یا در دنیای مهندسی و زیست شناسی انجام میشه، هر کشفی که درباره یک بیماری انجام میشه، بلافاصله تمام انسان‌ها ازش بهره مند میشن. بلافاصله یک دستگاه جدیدی درست میشه، یک خدمات جدیدی درست میشه، یک دانش جدیدی ایجاد میشه که به طور کلی دیر یا زود همه انسان‌ها از قبل اون یافته جدید و دستاوردهای علوم طبیعی بهره مند میشن. ولی فلسفه بدون یه اثر عمیقی روی زندگی کسانی که بهش میپردازن داره و فقط به طور غیر مستقیم روی بقیه انسان ها اثر میذاره. برای همینجا که مثلا از ابتدای این صحبتمون گفتم، این سوال های بنیادی سوال هایی هستن که در ذهن خیلی، سوال های فلسفی در ذهن خیلی کسا، در تقریبا در ذهن همه انسان ها مطرح میشه، ولی فیلسوفا بهش میپردازن. و برعکس علوم طبیعی که هر کاری که عالمین طبیعی بکنن، علوم طبیعی بکنن، همه انسان ازش بهره بر میشن، ولی کاری که فیلسوفا میکنن بیشتر و رأساً و بیشتر خود زندگی فیلسوف ها رو اثر میذاره. بنابراین اثر فلسفه رو روی بینش و میشه روی بینش و عملکرد فلاسفه بهتر میشه دید. البته در نهایت موفقیت فلاسفه رو میشه به اون قابلیت و توانایی و تلاششون برای اینی که افکار خودشون رو همگانی بکنن و جهان شمول بکنن و همه گیر بکنن میشه گره زد. چون فلسفه پرداختن به دستاوردهای دانش در خلال نقده، به همین خاطر میتونه به مجموعه علوم یک یگانگی و نظم ببخشه. منظورم اینه که مثلا ما در علوم طبیعی در هر کدومشون، در هر مقوله ایش، هر روز و هر ماه و هر سال در حال به دست آوردن دستاوردهای جدیدی و دانش جدیدی هستیم. ولی این دانش اگر فیلسوفا نباشن، به عنوان یک قسمت‌های پراکنده از دانش بشر باقی میمونه، بیشتر مثلا در حیطه کار همون کسانی که به اون مسئله، به اون دانش به خصوص علاقه دارن. مثلا یافته های فیزیک بیشتر در میون فیزیکدان ها، یافته های شیمی بیشتر در میون شیمیدان ها، و یافته های مهندسی و پزشکی در میون آدم هایی که واقعا اون کار حرفه هر روزشون هست باقی میمونه. و این یک واقعا یک جای افسوس داره، برای اینکه این همه منابع بشر تخصیص داده میشه به اینکه این دانش های جدید به دست بیاد، ولی اگر این دانش های جدید در این حال که محصول اون دانش‌ها به دست شما میرسه، همین دستگاهی که ما داریم الان استفاده میکنیم، دوربین و کامپیوتر و تلفن‌های همراه و اینا محصول به دست آوردن دانش‌های جدید هستن که به دست همگان هم میرسه. ولی اینی که این کمکی که این دانش‌های جدید به پیدا کردن پاسخ برای اون پرسش‌های بنیادی میکنه، لازمه این هست که تمام این محصول و دستاوردهای دانش‌های جدید رو ما کنار همدیگه بذاریم، یه یگانگی و نظم به این یافته ها بدیم، که این کار رو فلسفه میکنه. در حقیقت بخشی از عدم استقبال بیشتر مردم از فلسفه به همین عظمت و پیچیدگی پرسش ها و اهدافی که تعقیب میکنه برمیگرده. ولی فلاسفه در طول زندگیشون یا در طول دورانی که دارن فلسفه یاد میگیرن و آموزش فلسفه میبینن، یاد میگیرن که به این پرسش‌های بنیادی بپردازن و بعد پاسخ خودشونو به نحو قابل هضم به حضار محلی خودشون یا حضار جهانی خودشون عرضه بکنن. منظور از حضار محلی مثلا دانشجویان یک استاد یا خانواده استاد، کسانی که اونا
باشون رابطه مستقیم دارن و از حضار جهانیشون هم منظورم کسانی هست که کتابای اونا رو میخونن یا درباره اونا از دست دوم و دست سوم و دست چندم میشنون. بنابراین پرداختن به افکار نظریه پردازان بزرگ فلسفه مثل مثلا شوپنهاور یا هایدگر یا کیرکگارد یا نیچه، جان لاک، جان استوارت میل، هابز، وینگنشتاین، کانت، هیوم، دکارت، ابوعلی سینا، مولانا، سقراط، ارسطو، افلاطون و دیگران بسیار کمک بزرگیه برای یاد گرفتن فنون رهایی از اون حصارهای مصنوعی که پیشتر در موردشون صحبت کردیم. به عنوان مثال یک فیلسوفی که من خیلی علاقه خاصی نسبت بهش دارم شوپنهاور در کتاب معروفش که به اسم World as Will and Representation یا جهان همچون اراده و تصور، در این کتاب شوپنهاور اعلام میکنه که جهان تصور منه. ابتدا رابطه انسان رو که در راه جهان، در رابطه با جهانی که تو اون زندگی میکنه تعریف میکنه و به نقش اراده در تجربیات ما میپردازه. آنچه که او شوپنهاور اراده بیپنداره و اراده تعریف میکنه در حقیقت مثلا توی دنیای فیزیک با اون میگیم انرژی و نحوه عملکرد انرژی در واقعیت بخشیدن به جهان مادی رو او واقعا به عنوان هستی تعریف میکنه. شوپنهاور اراده انسان رو پنجره‌ای به واقعیات پنهان در جهان متصور میبینه. یعنی اینکه جهان خارج تجربه‌ایه که از طریق حواس پنجگانه ما حاصل میشه. از نظر شوپنهاور اراده ذات درونی همه جهانه و مستقل از شکل اصل دلیل کافی که کانت ارائه داده بود که بر جهان متصور و که به جهان متصور حائله میباشه. شوپنهاور پیرو واقعا صادق امانوئل کانت بود و افکار کانت رو واقعا به مرزهای جدیدی گسترش و بس داد. شما در اینجا با این چند کلمه که من مثلا در رابطه با شوپنهاور گفتم، همین را میشه درباره فیلسوفای دیگه هم گفت، درباره نیچه میشه گفت، درباره خود کانت میشه گفت. یه مقایسه بکنین با این تصویر از جهان، واقعا با این تصویری که شوپنهاور الان به ما از جهان داد، با تصویری که یا تصویری که نمیشه گفت، با کاریکاتوری که مثلا در مذاهب از جهان و هستی و آفرینش عرضه میدارن. یه چنین مقایسه‌ای اون وقت نشون میده که فلسفه چطور ما رو میتونه از اون حصارهای مصنوعی که گفتیم که لازمه رها شدن و لازمه رسیدن به رهایی هست میتونه ما رو نجات بده. بله جناب کنگلوی عزیز، بخشی از این آزادی و رهایی نسبی که امروز ما داریم در واقع مدیون فلسفه هستیم که امروز در بین ما نیستن. سپاسگزارم از شما. در خدمت پروفسور الهیار کنگرلو بودیم و به اتفاق ایشان با شما عزیزان بیننده بدرود میگوییم تا درودی دیگر. روز روزگار به شما خوش.